مادر از تحقق آرزویش متعجب شد و سپس معجزه‌ای غیر منتظره رخ داد. همه ی زوجها بعد از مدتی آرزو دارن بچه دار بشن، اما گاهی اوقات بیشتر از چیزی که آرزو شد دارن به دست میارن. داستان آنجی و شوهرش جینو که صاحب دو پسر بودن اما همیشه یه دختر میخواستن. وقتی آنجی دوباره حامل شد به نظر میرسید آرزوشون برآورده شده، اما نمیدونستن که این بار غافلگیر خواهند شد. پس جزئیات این داستان رو از واژه تیوی بشنوید و برای حمایت از ما لایک ویدیو رو فراموش نکنید. وقتی آنجی برای یه چکاپ ساده پیش دکتر رفت، پزشکش شان دانشمند به مادر گفت باید پیش متخصص بره. باید به بیمارستان میرفت، مخصوصاً به خاطر اینکه در شکمش سه قلو داشت. آزمایشات نشون داد که ممکنه یکی از بچه‌ها به اندازه دوتای دیگه رشد نکنن. در حالی که 27 هفته از بارداری آنجی میگذشت، به بیمارستان زنان و زایمان شارپ ماری برچ رفت. این کلینیک ادعا می کرد که بیشتر از هر بیمارستان دیگه‌ای در ایالت بچه به دنیا آورده و سالانه 8000 بچه در اینجا به دنیا میان. در نتیجه کادر پزشکی اونجا بسیار حرفه‌ای هستند. به خاطر مشکلات غیر منتظره‌ای که در بارداریش پیش اومد، آنجی باید 7 هفته رو در بیمارستان می‌گذروند. یعنی تا زمان به دنیا آمدن سه قلوهاش. این یعنی باید تا چند هفته دور از شوهر و پسراش می‌موند. اما فعلا فقط باید روی بچه‌های داخل شکمش تمرکز می‌کرد. زن کمی نگران بود که بچه‌هاش سالم نمونن، چون داستان‌های زیادی رو شنیده بود که بعضی از سه قلوها زنده نمی‌مونن یا یکی از اونها می‌میره. تیم پزشکی برای آماده کردن آنجی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان رو نشونش دادن، چون معمولاً سه قلوها رو به این بخش می‌بردن چون زودتر از موعد به دنیا می‌اومدن. دکترها انتظار یه زایمان زودرس داشتن. دکتر گفت در حال حاضر انتظار داریم بچه 32 یا 34 به دنیا بیاد. اما دکترها نگران بودن یکی از بچه های آنجی بسیار کوچکتر از دو بچه دیگه باشه. دکتر اون گفت دوتا از بچه ها یه جفت مشترک دارن، اما وقتی این اتفاق میفته احتمالش زیاده که یکی از بچه ها خوب رشد نکنن. اما به هر حال هیچ چیز قطعی نیست. دکتر به آنجی گفت ممکنه دردهای زایمانی پیش بیاد که نتونیم اونها رو کنترل کنیم. ممکنه یه عمل سزارین اضطراری انجام بدیم. ما هفته ها رو نمیشماریم، بلکه روزها رو میشماریم. هفته 32 فرا رسید و مشخص بود که زمان زایمان نزدیکه. دکتر گفت بچه های آنجی با سزارین به دنیا خواهند اومد، چون اینطوری خطرش کمتره. آنجی بسیار هیجان زده بود که بچه هاش به دنیا میان و اونها رو در آغوش میگیره و میبوسه. اما متاسفانه مادر نمیتونست بلافاصله بچه هاش رو در آغوش بگیره. دکتر گفت هر کدوم از بچه ها یه تیم مختص پزشکی خواهند داشت. به محض اینکه بچه های آنجی به دنیا بیان، اونها رو به اتاق مجاور میبرن که در اونجا بچه ها رو معاینه کنن و از نظر تنفسی اونها رو به شرایط پایداری برسونن. بعد اونها رو به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان منتقل می‌کنن. پرستاری به اسم آلینا گفت با پدر و مادرهایی که بچه‌هاشون رو در زمان زایمان از اونها جدا می‌کنن ابراز همدردی می‌کنم. اما این جدایی کوتاه از مادر به نفع خود سه قلوهاست. دکتر گفت باید به یاد داشته باشیم که این بچه‌ها خیلی کوچیکن و در معرض بیماری‌های مختلفی قرار دارن. اما خوشحالیم که فعلا همه چیز خوب پیش میره. جینا آنجی روی ویلچر رو به سمت بخش مراقبت‌های ویژه هل میده. در اونجا پدر و مادرها میتونن بچه‌هاشون رو برای اولین بار در آغوش بگیرن. مادر با دیدن بچه‌هاش اشک ریخت و بسیار احساساتی شد. اون گفت فقط چند ساعت از سه قلوهام دور بودم، اما دلم بی‌نهایت براشون تنگ شد. دیدن دوباره اونها حس خوبی داره. یکی از دکترها گفت وقتی برخورد اول مادر و بچه رو میبینم بسیار هیجان زده میشم. من عاشق دیدن این لحظه هستم. جینا هم خوشحاله که میتونه سه قلوهاش رو برای اولین بار در آغوش بگیره.
در حالی که دخترش آنابلا رو روی سینش گذاشته بود، بچه چشماش رو باز کرد. دختر مستقیم به چشمان پدرش نگاه کرد. جینو در توصیف این لحظه گفت واقعا حس فوق‌العاده‌ای بود. به لطف تیم پزشکی بیمارستان، سه قلوها سالم به دنیا اومدن. مادر میگه به دنیا اومدن این بچه ها و اومدنشون به زندگی من مثل یه رویاست. خب دوستان، آیا شما هم چنین تجربه ای دارید؟ یا آیا کسی توی فامیل و دوروبری هاتون چند قلو داشتن و شما با دیدن اونها چه حسی داشتید؟ یادتون باشه حتما در بخش کامنت ها نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا دیدار بعد، بدرود.